سلام بر شما به بخش خبر تلویزیون ایران فردا خوش آمدید من فریبا شیرازی هستم محسن قشقایی زاده زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین در اعتراض به عدم رسیدگی به درخواستش برای پیگیری ناپدید شدن مادرش از بیستم خرداد ماه اعتصاب قضا کرد به گزارش سایت کلمه توتی سلطانی مادر این زندانی سیاسی آخرین بار روز دوشنبه 29 اردیبهشت ماه پس از ملاقات با فرزندش از سالن ملاقات زندان اوین خارج شد و از آن زمان تا کنون خبری از او در دست نیست بر پایه این گزارش این زندانی سیاسی که سرپرست مادرش است بارها خواستار پیگیری وضعیت مادرش بوده و درخواست مرخصی کرده که این درخواست تا کنون بی مانده است محسن قشقایی زاده که آبان ماه سال 91 بازداشت شد از اواخر فروردین ماه سال جاری برای گذراندن شش ماه حبس تعذیری خود در بند 350 زندان اوین به سر می برد. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال نوشت که ایران نیروهای سپاه قدس را برای مقابله با عناصر تروریستی داعش به عراق فرستاده است. این روزنامه جزئیات بیشتری از این مسئله را بازگو نکرده است، اما خبرگزاری تصنیم وابسته به سپاه با پوشش این خبر با حسین سلامی گفتگو کرده است. حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه این خبر را نه تایید و نه تکذیب کرده و گفته است فعالیت های گروه داعش در عراق نتیجه مداخلات استکبار جهانی و همراهی متحدانش در منطقه است. آقای سلامی با تاکید بر آمادگی سپاه پاسداران برای مقابله با هر گونه توطئه و تهاجم گفته است، سپاه همواره با فرض هر گونه تهدید و مقابله در سطوح مختلف جهانی قدرت دفاعی خود را آماده کرده است. خبرگزاری رویترز روز جمعه 23 خرداد ما به نقل از نیروهای امنیتی عراق نوشت شهرهای جلولا و از سعدیه دو شهر از استان دیاله واقع در شرق عراق و در مجاورت مرزهای ایران به دست اسلام گراین افراطی داعش افتاده است و نیروهای نظامی نیست پستهای خود را رها کردند در ادامه درگیری ها میان داعش و حکومت عراق دولت این کشور از واشنگتن خواسته برای مقابله با پیشروی گروه داعش مداخله هوایی کند روزنامه والسی جورنال نوشت که بغداد به طور خصوصی به دولت باراک اوباما پیام داده که اجازه می دهد ایالات متحده از هواپیماهای های سرنشیندار یا پهبادهای خود علیه شبه نظامیانی که در حال اشغال بخشهایی از آن کشور هستند استفاده کنند. روزنامه نیویورک تایمز نیز از قول مقامهای عراقی و آمریکایی می گوید نوری المالکی نخست وزیر عراق مخفیانه از دولت اوباما خواسته است حملاتی هوایی را علیه گروه های افراطی در نظر گیرد به دنبال این خبر باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که برای کمک به رهبران منتخب این کشور تمام گزینه ها از جمله اقدام نظامی را مد نظر دارد آقای اوباما تاکید کرد که هر جا که منافع امنیت ملی آمریکا در معرض تهدید باشد واشنگتن برای دست دادن به اقدامی نظامی نیز آمادگی دارد ساعتی بعد از این اظهار نظر رئیس جمهوری آمریکا کاخ سفید در بیانیه است اعلام کرد که واشنگتن هیچ تصمیمی برای اعزام نیروی نظامی آمریکا به عراق ندارد وزارت خارجه آمریکا نیز روز گذشته در بیانیه اعلام کرد که آمریکا قصد استقرار نیروهای نظامی در عراق برای مبارزه با داعش را ندارد اما از های دولت عراق برای مبارزه با تروریسم حمایت می کند. در همین حال رهبران گروه حکومت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش اصر روز گذشته از نیروهای خود خواستند به سمت بغداد و کربلا حرکت کنند. از سوی دیگر خبرها حاکی از شکست داعش در شهر سامر را می باشد. در همین حال تلویزیون دولتی عراق گزارش داد که جنگنده های ارتش این کشور پایگاه های داعش در شهر موسل و حومه آن را بمباران کردند. این تحولات درست پس از آن رخ می دهد که گروه داعش با تصرف استان نینوا و شهر موسل مرکز آن بزرگترین پیروزی خود را در عراق به دست آورد. این گروه استان نینوا را بخشی از امارت اسلامی اعلام کرد که در صدد برپایی آن است. روز چهارشنبه ساعتی پس از آنکه گزارش سیل شهر تکریت هم به تصرف دو گروه داعش در آمده، خبرگزاری فرانسه گزارش داد که با حمله نیروهای ارتش عراق این شهر از تصرف این گروه اسلامگرا خارج شده است. در همین حال پایگاه آمریکایی سایت که فعالیت گروه های بنیادگرا را پیگیری می کند از انتشار پیامی صوتی توسط ابو محمد الادنانی سخنگوی داعش خبر داد مبنی بر اینکه نیروهای این گروه قصد پیشروی به سمت بغداد و کربلا را دارند بنابراین گزارش در این پیام آمده است به پیشروی خود ادامه دهید جنگ هنوز شدت نیافته است و در بغداد و کربلا به اوج خود خواهد رسید پس آماده باشید الادنانی همچنین از نیروهای داعش خواسته که حتی یک وجب از خاکی را که به تصرف کردند از دست ندهند و ادامه داده است به سمت بغداد برسید به بغداد خلافت پیش روید در آنجا حسابهایی داریم که باید تصویه شود آنها را قافل گیر کنید و مجالی برای نفس کشیدن برایشان نگذارید. در خبری دیگر نیروهای نظامی کردستان عراق موصوم به پیشمرگه هم موفق شدند جلوی پیشروی داعش به شهر نفتخیز کرکوک را بگیرند. جبار یاور سخنگوی نیروهای پیشمرگه در این باره به خبرگزاری رویترز گفت پس از آنکه نیروهای ارتش عراق به طور کامل شهر کرکوک را رها کردند نیروهای پیشمرگه کنترل این شهر را به طور کامل در دست گرفتند. گزارش ها همچنین از در دست گرفتن کنترل شهرهای خانقین و جلولا توسط نیروهای پیشمرگه حکایت دارد. مسئله تخلیه شهرها توسط نیروهای ارتش عراق به یکی از معضلات بزرگ در روزهای گذشته تبدیل شده است. تصرف شهر موسل توسط نیروهای داعش پس از آن صورت گرفت که نیروهای امنیتی و ارتش پایگاه های خود را ترک کرده و از این شهر گریختند. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز چهارشنبه در نطقی تلویزیونی از وجود توتعی در این زمین خبر داد و گفت عاملان این توتعه پس از در هم کوبیدن ها مجازات خواهند شد او همچنین با بیان اینکه دولت عراق داوطلبان جنگ با تروریسم را مسلح خواهد کرد از عزم خود برای تشکیل ارتشی از داوطلبان خبر داد در تحول دیگر نیز حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی عصر پنجشنبه با نوری المالکی نخست وزیر عراق گفتگو و آخرین وضعیت تحولات عراق و راهکارهای ریشهکنی تروریسم را بررسی کرد در دیگر تحول میدانی پلیس عراق اعلام کرد که نیروهای داعش پالایشگاه بیجید بزرگترین پالایشگاه نفت عراق را با بیش از پنجاه خودرو محاصره کردند در صورت تصرف این پالایشگاه توسط داعش بر میزان ثروت این گروه افزوده خواهد شد روز چهارشنبه استاندار نینوا گفته بود که نیروهای داعش با قارت بانکهای موسل بیش از 429 میلیون دلار به چنگ آوردند. در همین حال مقام های عراق هم تا کنون نتوانستند به اختلافات خود پایان دهند. شامگاه چهارشنبه جلسه در منزل ابراهیم الجعفری نخست وزیر اسبق عراق با حضور نوری المالکی اسامه النجفی رئیس پارلمان نجیروان بارزانی از اقلیم کردستان، صالح المطلق از رهبران سونی مذهب و شمار دیگر از چهره ها برگزار شد. قرار بود در پایان این جلسه بیانی صادر شود اما به دلیل اختلاف میان حاضران هیچ موضع مشترکی گرفته نشد. جلسه پارلمان عراق هم که قرار بود روز گذشته برای تصمیم گیری بر سر اعلام وضعیت العاده در این کشور تشکیل شود به حد نصاب نرسید. نوری مالکی از پارلمان خواسته بود که اعلام وضعیت فوق العاده کند اما کردها و سونیها ها که مخالف دادن اختیارات ویژه به مالکی هستند با حاضر نشدن در جلسه مانع از رسیدن آن به حد نصاب شدند در رویداد دیگر نیز دبیرکل ناتو ایفا کردن هر گونه نقشی در عراق را بعید دانسته است به گزارش خبرگزاری رویترز راسموسن دبیرکل ناتو ایفا کردن هر گونه نقشی در عراق را بعید دانسته و اعلام کرده است که وضعیت عراق را از نزدیک زیر نظر دارد و در رویداد دیگر نیز دبیرکل اتحادیه عرب از برگزاری نشست فوقالعاده برای بررسی تحولات اخیر عراق طی روز یک شنبه آینده خبر داده است نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب اعلام کرد که بررسی اوضاع خطرناک در عراق در دستور کار این اتحادیه قرار دارد و مقرر گردید روز یک شنبه آینده در سطح نمایندگان دائم نشستی فوقلاده به این منظور برگزار شود. نبیل العربی همچنین ضمن ابراز نگرانی درباره تشدید موج انفجارها و عملیات تروریستی علیه شهرمندان عراقی گفت با هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق درباره تحولات کنونی این کشور تلفنی گفتگو کردم در کل اتحادی عرب فعالیت های جنایت که سازمان تروریستی داعش در عراق انجام داده است را هم محکوم کرد دولت اسلامی شام و عراق یا داعش گروهی اسلامگراست که در عراق و سوریه فعالیت دارد این گروه از اوایل سال جاری میلادی و پس از یورش نیروهای دولتی عراق به محل تحسن معترضان سنی در استان الانبار عملیات نظامی خود را علیه نیروهای دولتی آغاز کرد اسلامگرایان داعش طی چند روز اخیر توانستند کنترل دو مرکز استان را در دست بگیرند و شورای امنیت سازمان ملل نیز حملات این گروه را محکوم کرده است یک عضو کانون فرهنگی حمایت از کودکان کار از افزایش تعداد کودکان کار و خیابان در ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، میترا امام ضمن اعلام این خبر، خواهان رسیدگی مسئولان برای جلوگیری از ورود این کودکان به چرخه آسیب‌های اجتماعی شد. طبق پجوهش های انجام شده از سوی فعالان حقوق کودک در ایران 32 درصد کودکان کار مورد آزار جسمی، روحی و جنسی قرار می‌گیرند. زبال گردی تماس با سرنگ آلوده و اجسام تیز از دلایل ابتدای کودکان کار به ویروس ایدز عنوان می شود. به گفته فرشید یزدانی عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان ایران نرخ ابتلای کودکان کار و خیابان به ایدز 45 برابر جامعه است. به دنبال انتقاد محافظ کاران از سخنان اخیر حسن روحانی در باری فرهنگ و عدم مداخله دولت در زندگی مردم رئیس جمهوری ایران منتقدانش را متهم کرد که عقب مانده و عصر حجری می اندیشند. تند به مواضع رئیس جمهور ایران زمانی اوج گرفت که آقای روحانی گفت نمی توان با زور و شلاق مردم را به بهشت فرستاد. در این میان واکنش عیمه جمعه مشهد و تهران احمد علم و احمد خاتم در رسانه داشت. در ادامه جنجال مربوط به ماجرای به زور بردن مردم به بهشت حسن روحانی در واکنش به محافظ کاران گفت مگر ما چه گفتیم که برخی برا شفتهاند؟ ما فقط گفتیم فرهنگ از آن مردم است و مردم باید برای تعالی آن گام بردارند فرهنگ یعنی آنچه با آن زندگی می کنیم. مگر بناس کسی فرهنگ را در کپسول کرده و با نسخه آن را از داروخانه دریافت کند گویی ایده هنوز در اصل حجر زندگی می کنند به گزارش ایرنا رئیس دولت یازدهم در سخنرانی خود به مناسبت نیمه شبان این مطلب را بیان کرد حسن روحانی روز شنبه سوم خرداد ماه گفته بود بگذاریم مردم خود راه بهش را انتخاب کنند به زور شلاق نمی شود مردم را به بهش برد این سخنان با واکنش تند رسانه های محافظ کار امام جمعه های تهران و مشهد و بخی مراجع دینی روبرو شد احمد خاتمی در نماز جمعه تهران گفت رسالت حکومت دینی این است که جاده را برای بهشتی شدن مردم هموار کند احمد علم نیز در نماز جمعه مشهد گفت شلاخ که سهل است با همه قدرت جلوی کسانی که قصد دارند جلوی بهشت رفتن مردم را بگیرند خواهی میستاد غلام حسین محسن جهی داستان کشور و سخنگوی قوه قضای ایران نیز در مراسم پونزه خورداد در شهر قوم گفته بود برخی امروز بیان می کنند که به بهشت و جهنم مردم کاری نداشته باشید اینگونه تفکرات به سخر گرفتن زحمات مراجع تقلید، علما و حوزه علمی است در تازه ترین روز پنجشنبه صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی نیز به صف مخالفان سخن روحانی در مورد به بردن مردم به بهش پیوست و گفت این تفکر بنیان لیبرالیته و مدرنیته دارد تندترین واکنش را نیز مصباح یزدی داشت که با حمله به حسن روحانی گفته بود تو دینت را از انگلیس گرفته ای. رئیس دولت یازدهم در بخش دیگری از سخنان خود در واکنش به مواضع دولت قبل درباره امام دوازدهم شیعیان و پدیده ظهور گفت مردم ایران با انتخابات سال گذشته خود خرافه را از بین برد نظرات محمود احمدی نژاد و یار نزدیکش اسفندیار رحیم در درباره امام دوازدهم شیعیان تا جایی بر بس برانگیز شده بود که روحانیون میگفتند بهتر است دولت به امور روزمره مردم رسیدگی کند و امور دینی را به دست کارشناسان بسپارد روحانی همچنین اعتدال و میان روی را به معنای انتخاب بین حق و باطل ندانست و تاکید کرد که عقل و خرد به ما میگوید باید منافع ملی را حفظ کنیم و ضمن حفظ فناوری سایه شوم تحریم ها را از سر مردم برداریم همچنین عقل و خرد به ما میگوید که به دنبال صلح در منطقه و جهان باشیم خرد به ما این نکته را یادآور می شود که توسعه کشور بدون مردم و حضور آنان و بدون واگذاری امور به مردم امکان پذیر نخواهد بود. رئیس جمهور اسلامی با اشاره به سیاست های افراطی و خشونت طلبانه در ایران گفت خشونت و افراتیگری را قبول نداریم. روحانی در پایان هم با اشاره به اینکه وعده های انتخاباتی خود را فراموش است منافع ملی و آینده کشور را متعلق به همه ملت اقوام و مذاهب دانست و گفت ایران از آن همه ایرانیان است و ما به همه اقوام و مذاهب و ادیان و همچنین به همه فرهنگ ها و خود فرهنگ ها زیر پرچم والای فرهنگ بزرگ ایرانیت و اسلامیت احترام میگذاریم سخنرانی حسین روحانی اگرچه به مناسبت نیمه شعبان بود اما این مراسم همزمان با پنجمین سالگرد انتخابات 88 که با تقلب در نتایج آن به کودتای انتخاباتی و سرکوب گسترده معترضان منتهی شد برگزار شد الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین و صحبه المنتجبین و قل جا الحق آقای رئیس جمهور یک لحظه دوست گل من کار شما بی ادبانه است حرفتون حق هم باشه کارتون بی ادبانه است رئیس جمهور مملکت در حال سخنرانیه و کار شما زشته حتی اگه حق باشه تشریف بیارید پایین من میکروفون میدم بهتون تشریف بیارید پایین تشریف بیارید پایین گوش گله من تشریف بیارید پایین راهنمایشون کنید پایین ما آمدیم که حرف گوش کنیم نه اینکه فریاد بزنیم حرف حق بی ادبانه مطرح بشه حق نیست آقای دکتر و جا الحق و زهق الباطر در این مراسم یکی از مهمترین خواسته های حاضران تحقق بعدی حسن روحانی برای رفع هست از موسوی و کروبی بود شرکت کنندگان در این مراسم چندین بار بین سخنان حسن روحانی به نفع موسوی و کهروبی شعار دادند رئیس جمهور هم به این خواسته واکنش نشان داد و گفت که به وعده های انتخاباتی خود در دوران انتخابات پایبند است و این گونه مسائل در گروه زمانهای خود هستند محمود علوی وزیر اطلاعات در خصوص تغییر رویکرد احتمالی در وزارت اطلاعات در دورهای مختلف میگوید این وزارتخانه یک نهاد حاکمیتی است یعنی با طبع نظام پیش می روید و با طبع جامعه کاری ندارد هر جناهی در انتخابات مجلس یا دولت پیروز شود کمترین تأثیر را بر حرکت وزارت اطلاعات خواهد داشت. وزیر اطلاعات همچنین گفته است ما بر تمام فعالیت ها اشراف داریم ولی فضا را امنیتی نمی کنیم. اما اگر کسی آگاهانه به مسیر خطا برود چون ملت ایران آن را نمی پسندد، برای رفع آن اقدام می کنیم. به تاکید کرده عمل کرده وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با کشورهای دیگر متفاوت است. حمید رسایی نماینده محافظ کار مجلس ایران از چاپ پرچم ایران روی بطری های آبجو به مناسبت بازی های جام جهانی فوتبال برزیل انتقاد کرد. در روزهای اخیر و در استانی برگزاری جام جهانی برزیل پرچم 32 کشور شرکت کننده در جام جهانی روی بطری های آبجو منتشر شده است. حمید رسایی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به فدراسیون بینالمللی فوتبال اعتراض کرده که چرا پرچم جمهوری اسلامی به مناسبت جام جهانی در برزیل روی تبلیغات شیشه های مشروب دیده می شوند. رسایی که مسئول پرونده فوتبال در کمیسیون اصل 90 مجلس نیز هست به خبرگزاری فارس گفته است تاکنون کنون سابقه نداشته که فیفا در قالب اسپانسرها چنین اقدامی انجام دهد و اگر به تذکرات قبلی توجه می شد بر اساس قوانین و مقررات می توانستیم جلوی این کار را بگیریم او گفته که این کار حد که حرمت نسبت به پرچم مقدس جمهوری اسلامی و نام الله است. موضوع مورد اشاره رسایی مربوط به دو ماه قبل است و به درج پرچم کلیه تیمهای راهیافته به جام جهانی برزیل بر روی شیشه های آبجو گافل باز می گردن. کارخانه آبجو سازی گافل در آلمان از ماه آوریل اقدام به تبلیغی تجاری کرد که امری مرسوم برای سود بردن از هیجان رایج در مسابقات فوتبال است. این آبجوسازی پرچم کشورهای شرکت کننده در جام جهانی فوتبال را پس زمینه برچسب بیزی شک روی بطریهایش قرار داده و مسابقه ای برای دامن زدن به طبع خرید شروع کرده که از آوریل تا 11 ژوئیه ادامه خواهد داشت. پشت برخی از برچسب یاد شده عکس یک توپ هست که از خریداران سوال می کند در بازی فینال چند گل زده می شود. شرکت کنندگان در این مسابقه باید به تعداد گلهای مرده پیش بینی عکس توپ جمع کنند و برای آبجوسازی بفرستند جایزه یازده هزار یورویی به قید قرعه به کسی تعلق می گیرد که پیش بینی درست کرده است اقدام کارخانه گافل رفتاری متداول در بازاریابی دنیای سرمایه است و ربطی به فدراسیون فوتبال جهانی فیفا ندارد بعید است صاحبان کارخانه گافل به غیر از دامن زدن به بازار مصرف و فروش بیشتر به چیز دیگری فکر کرده باشند البته با این هیاهوی رسایی به احتمال زیاد فروش شرکت گافل از آبجو چندین برابر خواهد شد رسایی همچنین به موضوع برنامه ای تلویزیونی با حضور تیم ایران و قرار دادن پرچم جمهوری اسلامی به شکل شهروارهای ساپورت چسبان به تن زنان نیمه برهنه نیز اشاره کرده است او گفته که فدراسیون فوتبال و مسئولان زیرب می جلوی این حد که حرمت را بگیرند این نماینده اصولگرا و جنجالی مجلس قصد داشت در کنار هیئت همراه تیم ملی فوتبال ایران به برزیل سفر کند اما حضور احتمالی او در کنار تیم از همان ابتدا با واکنش رسانه ها و نمایندگان دیگر مجلس روبرو شد این سفر قرار بود محرمانه باشد اما با عمومی شدن خبر آن و واکنش افکار عمومی رسایی از رفتن به برزیل انصراف داد بلند شدن سر و رسایی در مورد تبلیغات آبجو و, و تقدس پرچم آن هم پس از دو ماه از ورود این بطری ها به بازار شاعبه فرافکنی این نماینده جندالی را تقویت می کند. منابع امنیتی در سوریه از وقوع یک انفجار تروریستی در منطقه وادی از ذهب هومز و کشته و زخمی شدن 32 نفر خبر دادند. در میان کشته شدگان چند زن و کودک دیده می شود. از سوی دیگر وقوع انفجار دیگری در شهر هومز باعث کشته شدن چهار نفر از شهروندان سوری شد. هنوز اطلاع دقیقی از این انفجارها منتشر نشده است. سایت شرق پرسی در گزارش نوشته در حالی که بحث ها و واکنش ها نسبت به مسائل مربوط به بیهجابی و شیوه برخورد با آن بار دیگر در ایران بالا گرفته است وزیر دادگستری جمهوری اسلامی گفته برخورد صرف و اعمال محدودیت در زمینه هجاب نتیجه بخش نخواهد بود به گزارش خبرگزاری ها مصطفی پور محمدی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت ایران در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت دادگستری در زمینه طرح هجاب و افاف مأموریت خاصی دارد گفت وزارت دادگستری در این زمینه مأموریت خاصی ندارد و با سایر نهادها و دستگاه ها در این باره همکاری می کند. وی از سوی دیگر گفت ما در حوزه مسائل فرهنگی از جمله حجاب و افاف همچنین مسائل اخلاقی کاستی های زیادی داریم و صرفا با برخورد و اعمال محدودیت ها به نتیجه نخواهیم رسید وی همچنین گفت ما نباید نسبت به قوانینی که کارایی لازم را ندارند اصرار داشته باشیم و به دنبال تغییب آنها باشیم ما باید به دنبال اصلاح این قوانین باشیم عبدالسمد خورمشاهی وکیل دادگستری در ایران در واکنش به سخنان وزیر دادگستری ایران گفت این گفته درست است که با اعمال محدودیت ها و برخوردها در بحث هجاب به هیچ نتیجه ای نمی رسیم. من بارها تاکید کردم که در بحث هجاب شرعی و عرفی باید فرهنگ سازی کرد. ما در قانون چیزی به نام بدهجابی نداریم. بر اساس قانون بر حجابی جرم تلقی نمی شود و در قانون مجازات اسلامی ماده 638 تبصره وجود دارد که می گوید اگر زنانی بدون هجاب شرعی در معابر عمومی و انظار ظاهر شوند مجازات می شوند. خورمشاهی در گفتگو با شرق پارسی گفت معمولا با شروع فصل گرما و تابستان بحث هجاب هم از سوی نهادها و اشخاص مختلف ارائه می شود چرا که خانمها در تابستان از لباسهایی با رنگ روشن و گاه غیر مناسب استفاده می کنند و این مسئله باعث شده که بعضی اشخاص اظهارات تندی داشته باشند که در برخی از موارد جلوتر از قانون هم بوده است به گفته این وکیل دادگستری در ایران اخلاق و فرهنگ مسئله مهم و در عین حال پیچیده است و نهادهای غیر نظامی مانند آموزش و پرورش و آموزش عالی باید در این قضیه به شکلی جدی فعالیت فرهنگی و اخلاقی کنند با برخوردهای قهری و امنیتی نتیجه عکس و منفی را شاهد خواهیم بود وزیر دادگستری دولت روحانی همچنین روز چهارشنبه گفت هدف ما این است که در دولت و همچنین دستگاه قضایی آنچه قانون است محترم شمرده و اجرایی شود ما باید در اجرای قانون هوشمندانه عمل کنیم طوری که اثر بخش باشد غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضایی ایران روز دوشنبه همین هفته در مصاحبه مطبوعاتی درباره ضرورت برخورد با بیهجابی گفته بود اجازه نمی دهیم ادهی بیهجابی و بیعفتی را در جامعه ترویج دهند. از نیروی انتظامی می خواهیم با باندها و افرادی که با را در جامعه دامن می برخورد شود. اجهی به کسانی که فرهنگ به گفته او ابتزال را ترویج می دهند یادآور شد که ایران کشور اسلامی است و قانون اجازه چنین کارهایی نمی دهد. محسنی اژه‌ای تهدید کرد که اگر افراد به گفته او بیهجاب یا بد به اقدامات مجرمانه خود ادامه دهند ناگزیر دستگاه‌های زیرفت نیروی انتظامی و دستگاه قضایی با آنها برخورد می‌کنند و دستگاه‌های نظارتی نیز باید در این زمینه به تکالیف خود عمل کنند بحث ها و واکنش های این چنین پس از ساخته شدن کلیپ ویدیویی مشهور به هپی و نیز راه اندازی صفحه آزادی یواشکی در فیسبوک شدت گرفته است. زنان ایرانی در این صفحه تصاویر خود را در حالی که در خیابان ها و مکان های عمومی ایران روسری را از سر خود برداشتن منتشر می کنند. این اقدام به نوعی مبارزه با حجاب اجباری شناخته شده است. اظهارات محسنی اجرایی با سخنان و موزگیری های بعضی شخصیت های دیگر نظام جمهوری اسلامی نیز تناقض دارد. به تازگی علی اکبر ناطق نوری عضو مجمع تشخیص مسلحت نظام ایران مقابله مستقیم با بدهجابی را اقدامی اشتباه خوانده بود. عبدالرزا آقا خانی فرمانده انتظامی استان اصفهان هم یازدهم خرداد ماه امسال در این باره گفت که در بحث بدهجابی برخورد یدی جواب نمی دهد. اما خبری از جام جهانی مسابقات جام جهانی فوتبال 2014 برزیل که میزبانی آن را بر عهده دارد با جشنی باشکوه و رنگ و رنگ افتتاح شد در نخستین دیدار تیم ملی فوتبال برزیل که از مدعیان کسب عنوان قهرمانی فوتبال جهان محسوب می شود در دیداری تماشایی توانست نخستین آزمون خود را با موفقیت پشت سر بگذارد و با نتیجه سه بر یک کرواسی را شکست دهد مراسم افتتاحیه مسابقات جام جهانی فوتبال 2014 روز پنجشنبه 22 خرداد ماه ساعت 3 بعد از ظهر به وقت محلی در ورزشگاه ساو پاولو برزیل آغاز شد. در این دور از مسابقات جام جهانی فوتبال 32 کشور حضور دارند و در مجموع 64 بازی برای تعیین برنده جام جهانی 2014 صورت خواهد گرفت. ایران در این دور از مسابقات به همراه آرژانتین، نیجریه و بوسنی هرزگوین در گروه ششم قرار دارد. مسابقات جام جهانی فوتبال برزیل در حالی آغاز شده است که در جریان تدارک دیدن برای این بازی ها این کشور بارها شاهد اعتراض های گسترده بود. اعتراض هایی که گاه به خشونت نیز کشیده شد. معترضان به هزینه های بالای آماده سازی برزیل برای جام جهانی انتقاد دارند. طبق گزارش ها تخمین زده می شود که برزیل برای آماده سازی در این مسابقات حدود 11 میلیارد دلار هزینه کرده است مبلغی که معترضان میگویند میبایست صرف حل مشکلات رفاهی و بهبود وضعیت خدمات عمومی در این کشور میشد در دیدار افتتاحیه میان برزیل و کرواسی علی علیرضا فقانی داور ایرانی به عنوان داور چهارم حضور داشت در عین حال حسن کامرانی فرد نیز به عنوان داور ذخیره در فهرست داوران فیفا برای جام جهانی 2014 قرار دارد. دیدار تیم های برزیل و کرواسی در اولین دیدار جام جهانی با برد سه بر یک تیم میزبان همراه شد. با این برد برزیل اولین قدم را محکم برداشت تا تلسم این تیم که در چند دوره اخیر جام جهانی گل اول را خورده بود اما برنده نمیشد شکسته شود. جام جهانی به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت با این گزارش به پایان این مجموعه خبری می رسیم ممنونم که با ما همراه بودید همراه با همکارانم در گروه خبر شب و روز خوبی را برایتان آرزو می کنم.